به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که 87 روز پس از تحلیف کابینه به تدریج در ظرف 2 تا 4 هفته آینده به پارلمان افغانستان تقدیم خواهد شد و اختلاف نیست، افراد بررسی کار دارن، تنها از این جهت است که ما میخواییم به دقت تمام پیش بریم. امروز و فردا کردیم، این هفته و آن هفته کردیم، مهلت ها تعیین کردیم تا این کابینه شکل بگیرد، اما این سخنان نزدیک به 90 روز یا 3 ماه مردم را ضایع کرد. مردم از شدت فقر و ناامنی سیاروز و بیچارند. شکم مردم گرسنه است، خانه ها و شهرهایشان نارام است، ولی 2 تا چهره ما چنان مصروف و درگیر و تقسیم و تشنه قدرت هستند که اصلا خبر هم نیستند در این وطن چی می گذرد. گویی کور شدند و صدای مردم هم به گوششان نمی رسد. مردم ها هر روز کشته می شود و اینها میگوین آقای ایکس یا آقای وای برای فلان کرسی بنشیند. برای اینکه برای ما کمپاین کرده بود، پول مصرف کرده بود، حالا باید جای هم در این دولت داشته باشد. اما یک سوال، آیا آقای غنی و آقای عبدالله گاهی از خودشان پرسیدن که ما چقدر به این مردم فریاد زده بودیم، وعده ها داده بودیم، به حدی که حتی صدای ما خفه شده بود که میگفتیم امنیت میآوریم و اقتصاد را خوب میکنیم، بیکاری را ریشه کن میکنیم، با فساد مبارزه میکنیم و همگرایی و همدلی را پیشه میکنیم. ولی تا حالا چه کردین؟ انصافا هیچی. میدونید ما و سایر رسانه ها برنامه های را زیر نام 100 روز ساخته بودیم تا حداقل به مردم خبرهای خوشم بدهیم. مثلا بگوییم این دولت شما در روز 10 این کار را کرد، در روز 20 این کار را. ولی باور کنید مردمم خسته شدن. قریب است این 100 روز تکمیل شود، ولی ما جز کابینه و کابینه و کابینه گفتن و شکل نگرفتن آن چیزی دیگر نگفتیم. آخر این شرم‌آور است. انتخابات ما کم عجیب و غریب بود، کم مردم منتظر ماندن. پس از آن شکل گرفتن دولت وحدت ملی، کالا خواستیم کابینه ما هم یک ریکارد و گپ جدید شود. امشب هم باز هم با تأسف باز از کابینه میگیم و چرایی شکل نگرفتن آن. من عنایت مدرس هستم. سلام و درود. به برنامه امشب خوش آمدید و مهمانان عزیزی که امشب با من در این بحث حضور دارن: آقای غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندگان، آقای یونس فکور، آقای امور سیاسی و آقای حشمت غنی احمدزی، همچنان آقای و تحلیلگر مسائل سیاسی. مهمان گرامی، همتون به بحث خوش آمدید. آقای احمدزی، خوب بیاد دارم در نخستین روزهایی که حکومت وحدت ملی شکل گرفته بود ما در این میز بحث داشتیم، اما در همان زمان شما گفتین خیلی زود است که قضاوت بکنیم، بگذارین یک مدت بگذره. باز ما قضاوت خود ما را میکنیم که دولت وحدت ملی یعنی چی؟ خوب کار کرد به مردم یا کار نکرد؟ چقدر صدای مردم شنیدن؟ چقدر وعده های خود عمل کردن؟ حالا فکر کنیم یک زمان مناسب است، چیز نزدیک به 90 روز یا 3 ماه از عمر این دولت گذشت. حال تحلیلتان چی است؟ حالا میگین زمان یا نه، حالا بخواین یک چیزهایی بگوین به مردم افغانستان. گفته بودم اما روزا مگه شما تیپه بپرمارین، من از روز اولش مشکل داشتم برای چرا شما فکر میکنم امو دوست دیگیره که یاد میکنم حافظه من بد نیست جوان اموره یاد میکنین که او میگفت که زمان بگذره و اینا. من از روز اما شما یک چیزای شبیه زمان گفتین که باز داری کارت ما داریم اموره اینی اشخاص هست و از اینا چیز اصول نمیشه. یمی جمله ما بود، حتی نامم گرفتم امو روز که فلان فلان، حتی یک دوتاش که مطرح نبود امو نارم برتان نام. اما در مورد کار کرد که ما چیزای پرسیدیم باز گفتین بگذارین که اون کارهای شبه که با زمان تعیین میکنه. بله. مسئله زمانیش اول خو مسئله امی کلمه را مازم اول که داشت انجام داشتیم حکومت وعدت مردم وعدت ملی دارن فهمیدین دو چیز حکومت ها یا اشخاص وعدت آورده نمیتونن نه تضمین کننده عزیز چرا دلالشان میگم بردن ما وقتی که رفتیم به طرف قومی بودن
دم قوم نشستیم که فیصله کرده باشیم سر کرد و اینا که قریره کلانش کیست، باز از اون مراتب که مو سلسلهش معلوم باشه. پس او هم جبری تعمیل شده چه هر قوم افغانستانه که بگیریم. پس نمایندگی از ما اشتباه بود. از نگاه اگه چوکات دموکراسی میگیریم، اگه صد صد و چند حزب دگام میگیریم، مثل این جوهای ما و روسه بر سر بسو اینا، اینا هم خب بودیجش از یک جای دیگه آمد و اینا، اینا هم کدام بیخی خاص نداره در افغانستان. مسئله سر از این شد که جمع کردن افراد بود، سر از این بود که منافع کی در کجا منافع خودت تضمین کرده میتونه. و امروز هم مشکل عمده سر از اموست. اینال اگه از نگاه مفکوروی هم ببینین تفاوت وجود داره. چرا؟ دکتر سیف عبدالله را من شناخته دارم، تا یک اندازه از رئیس جمهورم در چیز اینا اگه ازت اشه، مفکوره رئیس جمهور است که تا جایی که معلوم میشه و اینا که ما به قوم مربوط نیستم که در چیز و اینا، ما حالت قومی را و که راستش بگه نمیفهمم همی مناسبات قومی پشتونا و اینا را که در حالی که در انتخابات پشت شمونا استاد شده بودن. دکتر سیف عبدالله ارتباطات قومی و منطقه‌ای و اینا را بسیار خوب میفهمه. ارتباط چیزی را که دکتر، یعنی میخواید بگوین که آقای اشرف غنی زیاد پشتشان به قوم و به این مسائل گرم نیست و تکیه نمیکنن؟ اجازه بدین من خلاص کنم، من تشریح میکنم چرا یک ذره وضاحت کار داره. پشتش هم اونا استاد شدن، پشتش هم پشتونا استاد شدن که رساندنش به اونجا. این اکثریت اگه واقعیت ها بگه، منم خودش با او مفکوره نیست، در حالی که کل ملک آل امور هم تقسیم شده. خب اگر از برادرای هزاره کسی آمده، یعنی مانای شیز که از هزاره نمایندگی میکنه، اگر از تاجکا کسی میه باید از تاجکا نگه. در این مشکل هم دکتر عبدالله گرفتار میشه، هم رئیس جمهور. چرا؟ نه دکتر عبدالله تضمین از این در این کابینه قد کرده میتونه که تاجکا را آرام کنه، نه رئیس جمهور میتونه پشتونه، نه نمایندگی از اردوش کرده میتونه. چرا مشکل دیگه هم که ایجاد شده بین از اینا، وعدایی بود که کردن، منم برخلاف تقسیمی که از امریکا آمد یا از بالا آمد یا از جبر آمد یا از هر رقمی که آمد، بلکل یک چیز دیگه است. در او اگر به دست یکیشان هم می بود، میتونست شده که بگوین که ما امو تیم خوده یا کسایی را که میایم به ذوق خود میریم. آل خمولک رفت سر تقسیم مجموعی چی؟ بینین؟ که بیاین حساب کنین، امروز پیشتر من که وکیل سبک مزاق می کردم با امیر عالم بره. در تقسیمات امروزی اگه ببینین به حساب دکتر عبدالله و رئیس جمهور، 30 تا 35% به برادرای هزاره میرسه که دو تا از من جوانا بود که می خوش معلوم میشد. من گفتم باش من یک گپ دیگه میزنم برید. در ما هم اقر رقابت است بین یکی دیگه که اموش هم که در قدرت من سر یکی دیگه خودم میخوره. از وام آرامش از ام قوم هم سبا مشکل خواد باشه. ما نتونستیم نه از نگاه قومی درست تقسیم ببینیم، اگر از نگاه قومی منطقی تقسیم میکردیم، کدام قوم افغانستان نیست که آدم باسویه نداره، آدم تعلیم یافته نداره، آدم نداره که بتانه کرده که هم برای قوم خود مفید باشه هم برای ملک مفید باشه. ببینید واسطه خود ترتیبای مختلف داره در تقسیم. شما اگر بچه کاکای بی سوادتان میرین والی میسازین یا وزیر میسازین، تا ایست که یک آدم میره میرین که او چی داشته باشه امکان داره منافع فرق کنه. امورم نکردیم به دو مبحث بسیار مختلف گیرستیم. و دوم که باجین به یک مزاق هم شما برید، تعداد حکومت داری در این مملکت بدبختانه به چاپلوسی گذاشته شده و حلقه چاپلوس است که دورا دور ارگه امیر پیش دکتر سیف عبدالله یا رئیس جمهور بورین در چیز اینا آدمت اینا را فکر نمی کنم موقع هم بدن که همون گپ جیره بزنن. امیال من مطمئن نیستم که رئیس جمهور یا دکتر سیف عبدالله وقت از ایران پیدا کنه که حتی اینترنت یا تلویزیون یا خبر دیگر غیر از امو چاپلوس هایی که چی میکنن اون چاپلوسان به قول شما؟ ببینید مهم است که یک قسمت از چاپلوسا اتهامات دارن سر خود، یک قسمت دیگرش دوستیای بسیار خاص داره و اینا منافعشان سخت خطر است. اگر اینا پایشان در حکومت نباشه، نه تنها چوکی را از دست میتن، بلکه او دوزیای را که از سابق داشتن او هم برحلا میشه، هم از دستشان میره. شما اینجا ببینید قدرت دولتی باعث بسیاری چیزا شده. شما فساد میگید،
ما برتن یک مثال خنددار به ارتباطی، یکی از دوزای چاردهی بلند میشه، یک هفته در روز پیشتر یک مجلس کلان میگیره، یک شیخ فانی یک خیشای رئیس جمهور از کالیفرنیا پیدا میکنه، مردان بالای سر مجلس میشن. چی میکنه در حقیقت؟ در حقیقت خودم پناه میده، دوزیای خودم پناه میده، اونجا یک آدم هم نشان میده که اینه خمخه ولی آقای احمدزی، این افراد که همیشه صدایشان بلند بود که ما با فساد مبارزه میکنیم، صدای مردم خدا میشنویم و ما همدلی و همگرایی هم بین خود ما داریم. حتی شما در همون روز اول گفته بودین که مثلا فرد رئیس جمهور تا حدی که من شناسایی دارم جایی که کار باشه ترجیح میده که به جنازه نره، اما میخواد به کار خود برسه. حال چطور نتونست که یک کار بسیار کلان که سرنوشت 30 میلیون مردم کدش گری خورده به نام کابینه اسد از این پای خود فراتر بونه؟ مشکل چی بوده واقعا؟ مشکل اساسی مشکل منافع مردم است و مشکل یک حلقه است. مشکل دیگر هم حکومتی را که اینا به میراث گرفتن باید بسنجید. از 3 سال گذشته پیسه وزارتای حتی عمده افغانستان هم داده نشده، قراردادهای حتی حیاتی داده نشده، به قصد داده نشده. ریاستای عمده را به قصد پیش از اینا رقم اینا پایین کردن که در او ضعف اداره به حد باشه که به شکست باشه و این کار بالکل تکنیکی شده. شما اگر کل منابع استخباراتی عادی را ببینین، 18 ماه بیشتر کل استخبارات نیا میگفت که با برآمدن امریکایی‌ها و برآمدن قوای ناتو حملات میشه. مردم در حکومت پیشین ببینید یک سفر. اگر سوال یک قدر مردمی تر باشه، چون سخنرانی که پیشتر شما گفتید مردم حتما پیشان سوال خلق شده، که پس مشکل دمیان هر دو تا جریان است که شما گفتین یکی زیاد نمیخواد مثلا قومی شوه، اما یک دیگر زیاد علایق قومی یا را ترجیح میده. یعنی مشکل در کجا گیر کرده؟ گری کور در کجاست؟ خیلی کوتاه اگه بفرمایه. بسیار ساده اگه بگویم میشه، هر کسی را که شما امروز بین برتان بالکل وطنیش کنم، شما یک افغان بالکل متخصصه، برین از یک کنج دنیا برین که بالکل پاکم باشه، متخصصم باشه، اینا او دستی باید یا ریشش باید برای که او تاجک است یا پشتون است یا هزاره است یا اینا، چون بدبختانه همی تقسیمات آمده و اگر امو هم درست نباشه و او قوم قبولش نکنه این چیز از جور نمیشه. آقای فکور، از دیدگاه شما امروز گفتن، فردا گفتن، باز یک هفته شد و باز مولتات این کردن، 45 روزشان هم گذشت، مردم افغانستان در ناامنی بسر میبرند، شکمشان گرسنه است، فرزندها روز قربانی میشن، ولی این دو تا چهره چی میکنن واقعا؟ چرا کابینه شکل نمیگیره؟ چیز نزدیک به 90 روز شده، 88 روز، اما هنوز ما کابینه در افغانستان نداریم. شما فکر میکنید بس منافع یکی دو چاپلوسا و قوم و نبود قومی این مسائل است یا مشکل در جای دیگه است؟ ما فکر میکنم یا اردویشان ترس از آینده، روزای آینده داره، نشد در چوکی کسی بشینه که وفادار به این نباشه و از ای اطاعت نکنه و چیزی را که ای میگه او را عملی نکنه، ترس از آینده و نه خودشان سیستم را ایجاد کردن در طول امی چند روز که یا بتانن اختلافات خوده زود حل بکنه که خودشان نمیتانه به او مراجعه بکنه. بالاخره بحث شخصی و پرسونلی ساختن بجای از اینکه یا بیاین اول رئیس جمهور یک فرمان بده که صلاحیت های رئیس اجرایی چیز، شما ندید باشه که کدام امیال رئیس اجرایی کدام صلاحیت رسمی را نداره که رئیس جمهور برایش انتقال داده، نامش است و اینا در یک متن با هم توافق کردن که این وظایف من است، این وظایف تو است، که در اون متن هم نوشته است تا جایی. نه، وجه قبل دیز که سورس ها و قدرت و چوکی ها مساویانه و باز امو اصطلاح دیگر که کشیدن مساوی گونه تقسیم میشه. پینجا. نه، اول امی که امی پوست را که ایجاد کده، او خود یک صلاحیت میخواد که رئیس جمهور برایش انتقال بده.
ما او فرمان ندیدیم. ولی این یک بحث بود که یک فرد سومی آمد، آقای جان کیری آمد، دیدو تا در روی یک میز نشان گفت که بیاین شما یک سیاسی. بله بله، در تفاهم سیاسی نوشته کردن که یک پست ایجاد میشه به نام پست رئیس اجرایی و رئیس جمهور باز صلاحیتای خوده. رئیس جمهور هم امضا کرد که تو رئیس اجرایی حکومت هستی، چی صلاحیت داری؟ یعنی شما میگین چی باید میشد مثلا؟ نداده. بله. بنابراین وقتی که نداده با پارلمان امروز میگه بودجه امی اداره را هم جزء بودجه عمومی حکومت ساخته بودن که هم با پست احمد ضیا مسعود و امی هم بعضی وکلا اعتراض کرد. وقتی ما صلاحیتش را نمیفهمیم، وقتی تو از ایجاد اتر یک پست از ما موافقه و تایید نگرفتی، بنان میاری بودجه ما، من به این باور دارم یا اردویشان مسئول سیاسی همی وضع است که به وجود آمده. اول یا فرصتهای را داشتن که یا میفهمیدن که این دو نفر از یک دیگه خود چاره نداره، یا میفهمیدن که بالاخره یا میبراین، یا نتانستن تفاهم کنن که چه قسم پروسه انتخابات پیش بره و چه قسم ما و تو موافقه کنیم، یکی دیگه خود نفهم میکدن. ولی در ظاهر خیلی در مقابل رسانه آمدن و با هم آغوش دادن و گفتن که ما بعد از تفاهم سیاسی هم میگه پاس ما در جریانات خبر هستم که یا یعنی حالا چه خبر است؟ در بین این تا چیره اختلاف است سر پرسنل، اختلاف در سطح این دو تا چیره است یا در پایین رتبه تر هم است؟ اول بین خودشان دو چیره است. چی اختلاف است؟ مثلا باز بین هر گروپ جداگانه است، مثلا بین آقای احمد زی و آقای عبدالله چه خبر است؟ وزارت داخله را میتوم نمیتوم، خب میتوم، بعد از این باز این نفر را من قبول ندارم، این از تو را من قبول ندارم، این آدم خوب نیست، سر همی گپاس. پس مردم تکلیفشان چی میشه؟ خب من میره میگم بس. یا سوال میکنم، من برای یا یک چیزی را مشاره میتوم یا میفهمند که من چیزی بعضی وقتا مشاره را دادیم اجرا. من اول چی میگم؟ خدا یک فرصت دادن با وجودی که این مملکت دیج خون میریزه و و و بچای این مملکت توسط تروریست ها کشته میشه و مردم یک توقع داشتن، یک فرصت به این دو نفر داده شده. شما در انتخابات قبلی دیدین، ما میگیم این دو نفر تو با دو باید بشینه، یکی دیگه خود تحمل کنه و قبول کنه. و دکتر صاحب اشرف غنی رو میگم انتقال به تیز صلاحیت‌های ضروری را توسط یک فرمان به پست اجرایی. فکر میکنید اون فرمان پذیرفتنی خواهد شد؟ نیخو که نشه. علی عبدالله رئیس اجرایی صلاحیتش چیست؟ میگه چی جلساتش؟ حالا کسانی که در اطراف آقای عبدالله است و تیمشان در دوره انتخابات بود، تصور بر این است که ما 50% در حکومت سهم داریم و 50% هم مال کس دیگه است و ما این قسم 5 سال پیش میریم. مثلا غیر از دایر کردن جلسه که علی شورای وزیران میگه عبدالله که از دکتر صاحب عبدالله پرسان کنی از دلش، تو دیگه چه صلاحیت داری؟ صلاحیت فکر میکنی ندارن دیگه؟ نخو من برات میگم رسما رئیس جمهور مکلف بود که با فرمان بعضی صلاحیت های خود با رئیس اجرایی، یعنی فکر میکنید اگر این فرمان صادر شوه و برای رئیس جای گفته شوه که این خط رفتار تو است، باز بعد فکر میکنید مشکلات حل میشه؟ من میگم که این اعتماد ایجاد میشه، یکی دیگه خود میفهمن که معتقد به امی هستی که امی تفاهم سیاسی خطی را که امضا کردی. حال وقتی که این نباشه، شما میبینید، من برایتان میگم امی دو اردویشان در کاندیدی، یکیش میقدر کتاب نوشته کرده بود و دیگهش میقدر کتاب نوشته کرده بود، یکی منشور بود و دیگهش که مردم این کار این کار این کار میکنه. من برایشان میگم شما قبلا باید اردویتان بشینین یک پلان از پروگرام اردویتان یک پلان 5 ساله را ترتیب کنین، اینقدر جای کار ایجاد میکنیم، اردو را تقویه میکنیم، رشوت از میان میبریم، فساد اداره را اصلاح میکنیم. اگه یا از جنجال کابینه خلاص شد، خوب با همی خاطرم است که یا از سرچپه نان از چی میخوره؟ گوش از دست چپ با گوش دست راست دست میزنه، یا که اول موافقه کنه سر یک پروگرام یا ختمش 5 ساله، یکی بعد از او سر مکانیزم اداره که چه قسم اداره میکنه. فکر نمی کنید یک بحث بر مردم یک بحث جالب باشه؟ یک کابینه را در 90 روز شکل ندن، چطور میتونه باز یک چیز خوب را در پروگرام 5 ساله را بسازن؟ خواه میتون است که از دوم گرفته مسائل را که از دوم بگیری شک کشته نمیتونی. به این خاطر است که یا من برای میگم که اولین وظیفه رئیس جمهور
شما اون وکیل صاحب خبر داره. در ماده دوم نوشته است که ار رئیس جمهوری که نو دوره خودش شروع میکنه، ای باید خطوط اساسی سیاست کشور که همون پروگرام 5 ساله است، ای را با پارلمان ارائه کنه تا ایدش بگیره. دوم، امی که سبا ما برایت میگم سبا و دیگه سبا شاید جان کیری بیایه یا کسی دیگه بیایه، باز یک تیله بته که یک اداره جور شوه. اول ما برایت میگم فکر میکنید باز به تیله ضرورت است؟ آه ما یعنی... ده سال دیگه هم به تیله ضرورت داریم. باید خارجی بیایه بارم بگویه که این کارا بکنیم، بخاطر از اینکه سیستم ایجاد نکنیم، سیستمی که ما را به فیصله میرسانه، ما را به تفاهم برسانه، ما اعتقاد داشته باشیم. حال غیر از این دو نفر تو پرسان کو شما به کدام نهاد احترام دارین که بین شما فیصله کنه و یک لیست کابینه را برایتان نرا کنه؟ قطعا یکشان باور به این باز نداره. باید قامت برافراخته آقای کیری برسه و این همونطور است. آقای ناصری واقعا چه خبر است در این حکومت؟ مردم بیداد میکنن، فریاد میکنن که اقتصاد ما خراب است، فرزند ما کشته میشه، ناامنی در تمام افغانستان در اکثریت ولایت ها وجود داره، کنر قتل عام است، 90 روز گذشت کار نشد. چه خبر است آقای ناصری فکر میکنید واقعا در حکومت؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی و همکاران محترم تکنیکی در شبکه و استادان عالی قدر جناب آقای احمدزی و همطوری جناب آقای فکرسوی و تمام بینندگان محترم، اول خو به عنوان یک شهروند افغانستان واقعا باید اظهار تاسف کرد. بیچارگی بالاتر از این نمیشه. شما ببینید، من نه تو بلکه هزاران میلیون ها نفر اتباع از این کشور شنیدند در دوران کمپین که میگفتند تغییر در دسترخان شما به وجود میاد، با فساد اداری ما مبارزه میکنیم، حکومت صالح هر سری کار می آییم، اقتصاد مردم خوب میشه و بازسازی های عجیب و غریب بالاخره که شاخ دمدار بود اینا را شروع میکنیم. بالاترین مصیبت چیه؟ قطع نظر است از کنال خون جو آدم کشته میشه و هر روز همین هست این حوادث با کمال تاسف. بالفعل عوض از اینکه در تغییرات فرزند در دسترخان مردم به وجود بیاید، حداقلش 11,000 انسانی که نانخور بودن و نانآور بودن از سکتور وزارت معارف شما با عنوان کسانی که کارمند بالمقطع بودن اینا حذف میشه، اینا کجا میره؟ آیا این انسان ها را تنها از وزارت معارف عرض میکنون خدمت شما اینا رو میبرند در رویای عموم میندازن؟ اینا حق ندارد در این مملکت؟ اینا با پای صندوق های رای نرفته؟ قانون اساسی یکی از مکلفیت های مسئولیت های بسیار شاخص و دوامدار یک حکومت و نظام میگه مثلا ایجاد حکومت مرفه. مرفه چیه؟ مرفع همیست که در دیری پولیس اختا بره بخوابی؟ مرفع همیست که بلقه دزدی کنی؟ مرفع همیست که همیشه آدم کشی کنی؟ مرفع همیست که تو را دانم خدا همیشه تنقیص بیاری؟ مرفع همیست که شما ببینین ای را باید من نمیفهم جدا بسیار امیدهای گسترده عمیق پیرامون هر دو تا شخصیت که ما احترامش داریم به عنوان چهرهای ملی افغانستان و بیشترین انتقاد هم که متوجه از این هستم به خاطر از اینکه اینا جزء شاخص ها و اعتبارات بین المللی افغانستان قرار داره، از لحاظ تحصیلات، از لحاظ آجندا، از لحاظ سیاست، از لحاظ هر چیزی که بگیم. اما چطور میشه که اینجا ما فراموش نکنیم واقعیت قضیه است که وی کسی به کسی برم نمیخوره؟ شعار منافع ملی افغانستان یک شعار است، در لفظ است، بنابر قول امام صاحب فخر رازی که ما رشته این فلسفه است و افتخارم میکنم به مبنای کار از او. او میگه که به اصطلاح این شعارها به حمل اول و ذاتی یعنی متر وحدت ملی و امثال ذلك و منافع ملی گفته میشه، اما وقتی که به حمل شایعه مصداق خارجیش که بیای جنگ بر سر قدرت است. تا دیر زمین گفتیم که مردم و پای صندوق های رای بره به ما اقتدار، ما از مردم اقتدار میخوایم نه قدرت، اما امروز داریم بالاخره بر سر تقسیم قدرت واقعا با هم دیگر چه نمیکنیم. ایوا واضح ترین آشکاراترین قضیه است. آخه نسید اگر واقعا تشنگی قدرت و تقسیم قدرت اینقدر به این افراد معتبر است و اهمیت داره، پس این مردمی که انگشتایشان بریده شد، جانهایشان قربان کردن، رفتن رای دادن تا یک فردای نمیبینن، پس چه پاسخ به این مردم دارن؟ یا اینا باید پاسخ بده. ما سخنگوی هیچ یکی از اتباع نبودیم. بله. و نام هر روتایش اعتبارم داشتیم. از خود سوال نمی کنن که ما چی میکنیم؟ باید سوال بکنن. بله. ولی اگر تعهد باشه، حد اقلش یک نعمت تعهد انسانی وجود داشته باشه. حد اقلش
در صورتی که از لحاظ قانونی اساسی اینا بسیار مکلفیت‌های بالا داره. امروز در قبال هر قطره خونی که در افغانستان بنا حق ریختانده میشه، دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی او مسئولیت داره و مسئول است، و همینطور دکتر صاحب عبدالله. اگر نان کسی واقعا کم میشه، آبروی از او برباد میره. اینا بالاخره مسئولی برباد رفتن آبروی از اوست. چرا؟ به خاطر از اینکه اونا رأی دادن. دیگه بی ساده نیست. و اینا خودشان خادم ملت میدونن، میگن ما کار میکنیم براتان. پس باید اثبات شود. شما ببینین از لحاظ این دوستا شرف حضور داره. شما تمام تاریخ های بلخز زعامت های دنیا را شما بررسی بکنید و تمام نظام های دنیا را در نظر بگیرید، قطع نظر از دور بر خود ماها، بلخز برین در جامعه جهانی، آیا واقعا یک چیز مزخرف نیست که یک رئیس جمهور نتانه در ظرف 3 ماه کابینه خود معرفی بکنه؟ فکر میگم مشکل در کجا گیر کرده؟ مشکل در کجاست؟ بازم برمیگردیم اون شعارهایی که میگفتن ما اقتدار میخواهیم، اقتدار بلقه مال مردم است. یک واقعیت مال اقتدار مال مردم است، به خاطر از اینکه مطابق با قانون اساسی ماده 4 از این میگه که مثلا حاکمیت ملی میگه به مردم افغانستان تعلق داره. یعنی می حاکمیت ملی و نمو اقتداره. مردم این می اقتدار انتقال دادن بر دو تا شخص، تحملش کردن، بردباری از خود نشان دادن. اما امروز نوبت عزیز که باید امتحانه، به اصطلاح نتیجه 100% باید پس بدن. چرا؟ به خاطر اینکه یک بی‌باوری عمیق متاسفانه از هم گسیختگی و چیزهای پیش آمده که دیگر هیچ کسی نمیتونه حرف کسی دیگر قبول بکنه. جنگ بر سر قدرت بیادر. اگر منافع ملی افغانستان باشه، عزت مردم افغانستان باشه، واقعا اف بحرانی که فعلا در افغانستان وجود داره بخوای ارقایش بده، همه چیز حل میشن. ما میگیم به عنوان شهروند افغانستان، رئیس جمهور محترم، رئیس محترم اجرایی، بینه و بین الله، پیش خود و پیش وجدان خود در مقابل خدا تعهد بسپاره. هر کسی که معرفی میکنه، اینا بتونه وقتی که با هم دیگر وحدت نظر داشته باشه، از اون تیم باشه یا از این تیم باشه، میتونه بلخ بحث نه وجوره کنترل بکنه. یک چیز کوتاهی هم که میپرسم آقای ناصری، میپذیرین که واقعا امروز صدایی که از درون پارلمان نمایندگان مردم گفتن که یک ذات تیکه‌داران، کسانی که با نفوذ هستن، این دو تا چهره را معاصره کردن و خواهان یک ذات کار هستن، آیا منافع یک تعداد مهم است یا 30 میلیون انسان که امروز معلوم نیست در چه شرایط زندگی میکنه؟ خب وضعیت موجود حاکی عزیز که به اصطلاح منافع تکه‌دارا مقدم بر منافع مردم است. اگر واقعا منافع مردم مقدم بودی، خود دست به سینه تکه‌دارا میزد. تکه‌دارا میگفتن هر دو تا تیم باید بگه برادر، تو مرا واجد صلاحیت امی منصب و مقام دانستی، آمدی کمپین کنی خانه پدر را آباد، اما فعلا این رقم نیست که به اصطلاح افغانستان ملک تلق هر دو تا شخص باشه. حاکمیت ملی اینی میره ایجاب میکنه که اینا باید از خود گذری داشته باشن. بین هو و بین الله دنبال تیم ها دیگر دوران کمپین تیر شد، این دیگر تیر شده. امروز روزگاری رسیده که اینا مکلفیت داره، مسئولیت داره از لحاظ شرعی، اخلاقی، قانون اساسی، معیارات بشری، تمام از اینا حکم میکنه بر اینکه باید ارائه خدمت سالم و زمینه حکومت داری سالم در افغانستان وجود بیاره. بینندگان عزیز، وقفه خیلی کوتاه داریم، پس از آن ادامه بحث را با ما دنبال کنید. با ادامه برنامه خوش آمدین. آقای مزه، چند شب ما روی کابینه صحبت کردیم که چه خبر است، اما امشب میخواییم که قدر و مردم هم وضاحت بتیم که چه باید شد و چی میشه. گیریم کابینه فردا اعلام شد یا پس فردا اعلام شد، آینده این دولت چه قسم میبینین؟ آیا پس از اعلام شدن کابینه این دو تا افراد با چهرهای خودشان میتونن واقعا 5 سال حکومت داری خوب و مردم هدیه کنن بگن که بله ما کار میکنیم، یا مثل کابینه باز در تقرری های نو، باز در رفتن این والی، رفتن این رئیس، باز مشکلات ایجاد میشه؟ ببینین فرق میکنه که نسل نو افغانستان نسل جوانی که امروز تعلیم داره و آیست آیست از سی هم گذاشته، ترینینگ سیول سوسایتی و حق و حقوق و قوانین و از هر فیلد هم برامده، اجماع داشته باشه، رهبریت داشته باشه، نه ای که به فند بیرون و اینا سب آسانی میتونه کرده که نه تنها ای دو تاره، بلکه هر مامور دولت و اینا را به او بکشانه که پس به اختیار بده.
آینده افغانستان آینده شش ماه نزدیکش جنجالی است. دویش چک نیست و ویر پیشگویش از بسا وقت شده. این بودجه تان فرق میکنه، روابط بین المللی تان فرق میکنه با برآمدن، حملات تان فرق میکنه، کل او خلاگاهایی که از نگاه امنیتی که ضرورت اصلی است. ببینین هر من به دیگره که ببینین نان و اینا را مگه مردم رو بگین که برادر اینجا زیر بمبارد است، عمل شما اگر کنه را بگین که من تو را از زیر بمبارد خلاص میکنم، منم دو ماه برد نانم نمیتونم و امور قبول خواد کنن. من جان مهمتره. مسئله امنیتی ما مشکل عمده هست. چیز اینا جور آمدن از دو آدم یک ذره در کرکترهایشان فرق است. ببین من فکر میکنم در دوران کمپین و اینا هم صدا باشه دکتر سیف عبدالله هم از دوستایم. در رئیس جمهور آدم بسیار خشک است به حساب افغانی اگه بگین، دکتر سیف عبدالله بالعکس بسیار تیپ وطنی است. چیز اینا اینا اگه به تقسیم وظایف شود گفته که چی میشد بسیار کار آسان است. اگر این عمل رئیس جمهور که تو برو غم اقتصادم بکو، غم روابط بین المللی هم بکو، دگرم بکو، منم تو از این مردم دیدن و از این جگره زدن و اینا خلاص هستی. او رو دکتر سیف عبدالله یعنی ما کمالش در 20 و چند سال دیدیم، او رو میفهم. منم مسئله نونده هم دستر عزیز که آیا دور پیش از اینا کسایی که منافع شخصی دارن این دوتا را هم به نزدیک شدن میمانن یا نمیمانن؟ همین افراد فکر میکنه چه کسایی است؟ الان نزدیکترین کسا مثلا؟ کنش میشناسن، از اردویشه. هر دویش منافع داره. حتی گفتم ایشه که در خود یک تا تیم بین رئیس و دوتا معاونش مشکل وجود داره. ای چیزا؟ رئیس دوتا معاون بیازو مشکل است. از روز اول مشکل است. چیز اینا. یعنی فکر میکنم در تیم رئیس جمهور یک ذره آسانتر در خود بشه، اگرچه در این روزا برش مشکلتر. چرا مثلا آقای دانش خود به حساب پواند و تعلیم یافته و اینا مطرح میکرد، منم خال خو از سرک بند کردن و از مردم آزار دادن اینا از وام شروع شده. نه در چیزی نه، چرا اینجا خوب از چارتای دیگه هم مستش میکنه، یک 200 نفر تا نام کوچه لب دریای جیر امام بند کردنی. این چیز ها خوب میه باز سرازی میه که خو اگه این نفر محقق میه اینجا، خب باید یک نفر از ما هم به اینجا خود رقابته. چیز هم تیم مشکلات از این تیم به حدی زیاد است که بینین دو تا چهره که از نگاه قومی هم مطرح شده بودن یا از نگاه منطقوی مطرح شده بودن یا چهار تا مطرح شده بودن، دوتاش در اونجاست، دوتاش در اونجاست، هر کدامش هم یک دروازه جدا داره، هر رقم میره او رو تک تک میزنه. اگر یعنی یک مسابقه وجود داره به خاطر گرفتن کرسی اینا؟ سابقه داره چطور نداره؟ سابقه کدامش نداره؟ در چیز اینا اینا بین یکی دیگه در ولایت خود یکی دیگه را کشتن، سر یکی دیگه فعل کردن، سه نفر یکی دیگه خود دار زدن، برادر این چیزایی نیست که چیز نو باشه. حالا با این شرایطی که شما میگین یا میتونن 5 سال کنار هم باشن؟ میتونن کرده به شرطی که بیشتر خدمتتان عرض کردم. ببینین سیول سوسایتی ما درست است ترین شد، مرمنوز هم بودیجه ایست نی؟ ولی شما در شروع صحبت هایتان گفتین که مردم هم میتونیم بگویم که یا به یک وحدت رسیدن، اما خیلی سخت است که ما بگویم که چند تا سیاستگر میتونن به یک وحدت برسن. ما مردم هم گله ما ببینین وطنی است، یک چیز را خوب بیم باز قضاوت هم چه کنیم. اگر جوان ماست امروز، اگر سرسفید ماست، اگر دیگه ماست، هیره نمیگه که تو فلانی را پس کو که ما ظرفیتم بهتر است، ما شخصیتم بهتر، او میگه که او کافی خورده او را پس کو که نوبت دوزی ما شود. قضاوت خوب این اینا در این کار چی شما این ظرفیت از نگاه ظرفیت من یک چند مثال میتونم شما یک مثال سر آقای بشار دوست میتونم آدم است که درس خوانده منم که هیچ کس جور نمیه منم اما ور آدم شما عمل رئیس زده فساد اداری بسازین یک محکمه چی بتنشه من ببینم که کدام از این سیاست مدار رو دیگه و اینایتان بج میمانه که تا خودم هم جور نخواد باشه. مرم باز موقع اینه تر یک حرکت کار داره و این یک جرات خاص اخلاقی کار داره که مرم در این حال چی کار جسارت فکر میکنین میتونه؟ اجازه بتین من جمله من اینی جسارت اینا را یک هسته تعلیم یافته جوان میتونه کرده. امروز خب بدبختانه از یک کش جوان من باید گله باشه و هم خب پشت از این میره که کی پلاو میتش کی چلاو میتشه. ولی امروز از درون پارلمان صدای بلند شد که اگر کابینه بیش از این تکلیفش مشخص نشه اون زمان مردم دست به اعتراضان خواد زده. اگر بگه ممیاله که او هم آخرش باز در پغمان است و اونجا برش او میگه که تو به خاطر نام نکردن چیز اینا یادتان رفته یه ای آقای ابراهیمی در کدام مجلس رئیس شد؟
جناب وکیل صاحب یادش است خیرات کی بود که وکیل شد؟ خود عزیز کجا با کدام چی وکیل شده؟ حافظه مردم هم ضعیف شده بخیلم که امروز بسیار آسان است که سر کسی دیگه ولی از یک جای بسیار پرقدرت که میتونه موازی به حکومت باشه از پارلمان کدام قدرت؟ فکر میکنید قدرت نیست؟ من لستشه غیر وکیل صاحب نمیگم خودش گفت که نبودم در دو طرف پر لستشه ببین ببرتن قطار همین فیلمایشان هم نشان بدم کدامش نبود که در کجا بعید تا نبود پس صحبتاشون ریشه در چه کجا داره صحبتاشون ریشه در این داره که برشان فکر میکنن چیزی نمیرسه با مجرده که چیزی نرسید باز سر و صد منافع شخصی بازه منافع شخصی نیست خیلی چیست ببینین همه علی وکیل پارلمانت اگر بسیاریش حتی از خانمای محترم که خودشان بسا یگانتش بسا زبان خوب دارن تعلیم خوب دارن اینا رفتن اونجا وکیل شده که منافعشو خود نگاه کنن چرا چیز اینا ای ببینین قضاوت مردمی را باید کلی کنین ما اینطور نیست که او از امو سر خط نیست تا با آخر ای را جامعه مدنی میخواه یک جامعه مدنی راستی افغانی میخواه در چی من مشکل که تعظیم ندارم که جامعه مدنی ما چرا بروز کرده باید از یک جای فن میگرفت که میامد منم بالاخره باید یه افغانی شوه نه ای که با بودجه کسی دیگه جان ما ایواز از ای که من یک هر کدامش دعوای از ایره داره که من رئیس جمهور میشم با باید حوال باید یک اجماعی ملی داشته باشه یک چیز باید سر منافع ملی استاد باشه یک سوال میکنم اگر این دولت وحدت ملی کابینه شکل نگیره که شما گلایه از مردم کردین آیا شما گاهی این جسارت به خودتان میبخشین که من باید اعتراض بکنم در برابر دولت مثلا اگر شما کابینه را بین شرایط این گونه بد باشه شما تیپ خود بکشین فکور سیب و وکیل سیب یادش خاط باشه هنوز از مشاورین شروع نشده بود که من تعرض کرده بودم چرا نکردی؟ مثلا برابر این دولت تا اگر این کابینه هم چه میکنین مثلا؟ فساد است ببینید شما از مراحل مختلف شروع میشه اول از فساد شروع میشه از خیلی شروع اگر ده تا جوان ما به یک دفتر ایواز ازی که رشوت میته ده اول باز میبرایه باز میگه که والا اونه گرفت اگر ده تاش استاد شد دانه یک دفتر صد تا باید چیز اینا کدام وزیر کدام والی کدام موین میته نکرده که باز رد چی باید ما ایوازی که کلکین مشکنانیم ایوازی که گیریم خود ما میریم رشوت میتیم ده گمرکات ما تاشنه ما رشوت میته حتی مدیر و ماموری را که رشوت خور نباشم در چیز اینا کم کارش قانونی هم کنند در جیبش خواهی چند لطن بسیار تشکر آقای احمدزی و یک دو سوال بسیار کوتاه پاسخ بتین چون در بخش اول برنامه به این پاسخ زیاد روشن ندادین همون دوره گفته بودین که آقای رئیس جمهور کار بسیار برش اولویت داره حتی از یک چیز معتبر مثل جنازه میگذره چقدر کار کرده رای سال فکر میکنی؟ ببینید آل خو برای خوب پیچاندنشه چرا پیچاندنشه؟ اولی که در وزارت مالیه و اینا قران درک نداره رئیس جمهور باید حداقل روز 800 گدایی هم کنه پروپوزال جور کنه که حداقل هم مصارف روزمره و اینا را پوره کنه در عین زمان راپورای امنیتی راپورای بین المللی رئیس جمهور آقای کی میپچنه در چیزی نه یک حلقه چاپلوس میپچنه چرا منافع خود باید جای به جای کنه دیگرا را باید نمانه ببین یک قشر می مدره در سیاسیون ما نه تنها در رئیس جمهور برای حلقه که فکر میکنن این مملکت یک اتاق است اگه کسی دیگه پایش در اونجا داخل شد اینا دوم مثلا من براتون مثال ساده میگم یک گپی که بالکل وطنی باشه یک آدم میره پالی دکتر عبدالله رئیس جمهور یک کس دیگه یک عکس میگیره یعنی عکس اگه در دفتر خود بند کرد یک جای بند کرد مطمئن باشین که سر از او عق میگیره از مردم بسیار تشکر بسیار تشکر آقای فکور بحث اگر روی قدرت مردم و در برابرش دولت یک چیز ترسیم بکنیم اگر این وضعیت ادامه پیدا کرد فکر میکنید که بعد مردم ملت هم بالاخره خسته میشن و بجوش میان شاید برای حکومت بگوین که این وطن تنها مال شما نیست یا بگفتی آقای احمدزی یک اتاق نیست که شما معاصرش بکنید ما هم حق داریم این احساس فکر میکنید که زنده شده هست و اگر این کابینه و این شرایط بعد ادامه پیدا کنه بالاخره مردم صدای خودشان را بلند بکنن من تا جایی که احساس میکنم مردم خوب و بد میفهمند و شما میفهمید که تنها فهمیدن خوب و بد کافی نیست در سیاست و گرفتن سرنوشت خود
و دست خود و مملکتش، بلکه یا باید تنظیم شوه، دست به هم بته. ایره آقای کرزی این زمینه را از دست مردم ما گرفت، این مملکت مردمش به دست مافیای سیاسی و اقتصادی افتاد. مافیای سیاسی و اقتصادی امروز در جدل بالای قدرت است. به این خاطر است که فرصت را که مردم اعتراضای مدنی بکنه و او را یا گوش بگیرد، او وجود ندارد. چه باید چه؟ پس آقای فکور اگر مردم این گونه وضع باشه و فرصت هم وجود نداشته باشه، پس چی بشه؟ یک رایی است که او یا از جامعه بین المللی و کشورهایی که یار پول میتن خیلی به چشمشان خار میدراید. ولی جامعه بین الملل هم زیاد ما شرایط خوش به وطن برشان نمیبینیم. مثلا امین ایالات متحده امریکا گفته که پس از 2 جنوری نه ما ملا عمر میشناسیم و نه هم طالب میشناسیم. نه، ما توقع ما از اردویشان است. ما بازم اردویشان احترام دارم. ما میگم اردویشان درگیر فشارهای گروپهای خودشان است که بدون سنجش ای تیمار را جور کردن. ما راست و رک و روشن میگم دکتر صاحب اشرف غنی زیر فشار دوستم احمد ضیا مسعود و دانش است. چی میگن این افراد باقای احمد ضیا؟ مثل احمد ضیا صاحب که اشاره کردن، هرگاه از او طرف یک پست پیشنهاد میشه، تو فرض کن مربوط به یک قوم، ایجا ای 3 نفر میبینه که نه ای صحیح نیست، ای را نمان، ای را اجازه نده. مثلا از قوم ازبک کسی از اوجا پیشنهاد میشه، ایجا مداخله صورت. خب بازم اون یک قوم ازبک 2 نفر پیشنهاد میکنه. چرا رفرنس میکنن؟ سر از اینکه ما از اول کلکوتا و فرماینا قیمت زی مخالفت در قسمت جنرال سب دوستم کردیم. جالبی گپ ایست که در یک سال گذشته اینقدر نرمش که گروپ دوستم و جنرال سب دوستم نشان داده و یک معقولیت که نشان داده، ایست توقعی اتا خود من نمیرفت. کم گپ فرق کنم. شما؟ خب ما خطابم به خود ازیاس یا میفهمن در جلسه که 2 روز پیش موافقه نکدن و بازی 3 نفر برآمد، او را در ارگ خودشان شاهد است و عکسایشان برآمد و در طرف دیگر محقق است. آقای دوستم و آقای محقق 2 اهرم فشار هستند. 2 اهرم فشار است که تلاشش ایست که اگر از او طرف چیزی پیشنهاد شود و مربوط قومشان باشد. اول ما این 2 شخصیت میگم، امی شما میبینید نتیجه کارتان که تیمی را که جور میکنین صرف رای با کارتان است، نه سابقه شخصیت و تجربهش. مثلا ما حال سر دکتر صاحب عبدالله صدا کردم که تو وقتی رای محقق صاحب کار داری، تو با محقق صاحب گفتی که امی حزب تو خلاف قانونی اساسی سمیر اسلاکو، در قانونی اساسی گفته شده حزب سیاسی توسط به اساس مناسبات مذهبی سمتی لسانی تشکیل نمیشه، تو خود یک قوم یک مذهب جمع کردی. فکر نمیکنید خیلی کسای دیگه هم این کارا میکنن؟ آفرین، من صدا کردم دیگه هم افغان ملت است که صرف پشتونا را جمع کردن و در راستشان یک کسی قرار داره. یا دوستم تو اشرف غنی گفتی که سبا من به مردم جواب میتم، مردم رو میگم که شما وحدت ملی کنین، تو چرا حزب سیاسی را خلاف قانون اساسی نگاه میکنی که تنها یک قوم دایش جمع کردی؟ آله اموا آلیب. شما امروز از فاروقی را گپایش را بشنوید. فاروقی میگه که این کابینه تال خورد به خاطری که کشورهای خارجی و نیادهای خارجی مداخله میکنن. دیستی گروپ عبدالله ماوینش سخنگویش برآمد، این را به خود تلقی کرد که نه ایتر گپ نیست، ایتر گپ نیست. یا اشاره میکنه به سفر محقق وقتی که به ایران رفت که با رئیس سپاه پاسداران ایران دید که اوجا کدام پروگرام داده شده که 10 سفیر 15 ولسوال از حلایت ماست چر ایره بگیرین. من منظورم ایست که دکتر صاحب اشرف غنی وقتی که تو زیر بار 10 شخصیت در گروپت میایی،
دکتر عبدالله، وقتی که تو زیر بار ده ها خواسته های غیر معقول گروپت میایی، تو چرا گپ دکتر صاحب قبول کردن میتونی؟ خو یک نفر است، تو چرا دکتر صاحب گپ عبدالله را قبول کردن؟ انتقال بده مشروع صلاحیت توسط یک فرمان اقتصاد توی اداره کو خدمات تو بکو، اردو را من نگاه میکنم، خارجه را من نگاه میکنم، پلیس هم تو بگی چون باعث صدر اعظم آینده استی، پلیس هم تو بگی، ایره تو بگو، اقتصاد هم تو رهبری کو، وزیرش هم تعیین کو، مسئولیت با ما باشه. بسیار تشکر. بله آقای ناصری، بحث کسانی که رئیس جمهور و رئیس جایی را در حصار و در دایره خود گرفتن، این حرفا چقدر خریدار داره؟ و اگر خریدار داره، آیا این مجام وجود داره که این دو تا چهره از بند گپ های از یا خودشان رها بکنن بعد بپرزن به خیلی موارد دیگه؟ خب که یک گپ وجود داره، خب دوست هم اشاره کردن واقعیت موجودی افغانستان خود نمیتونه کسی به اصلا نادیده بگیره. اینمی هست، اینمی ترکیبه، اینمی مکسیت هست، اینمی جمعیت هست، اینمی قضا هست و اینمی اینا بودن که اینا را آوردن، سپورت کردن، حمایت کردن، رای جمع کردن، رای دادن تا با اونجا رسید که یکی به عنوان رئیس محترم جمهور، دیگری به عنوان رئیس محترم اجرایه. یعنی چی میخواین با گپتان بگوین؟ این افراد کال در اطرافشون از قدرت از یا هستن بود، رای از یا بود که دو تا رئیس جمهور رئیس داشتن؟ بدون تردید. و حرفه که بالاخره بعضی ها که میگن که فرزند میگن که تیکداران قومی، یک واقعیت تیکداران قومی، ولی اینمی تیکداران قومی، اینمی مسئله قومیت، با کمال تاسف خوب حکومت ها در گذشت زمانی افغانستان خواه همیشه خیانت کرده. ما بودیم یک ملت، هستیم یک ملت، منتها در مقابل انگلستان، در مقابل شوروی ها مردم، وقتی کار به مردم، اما وقتی که کار به شاهان رسیدن، به رؤسای جمهور رسیدن، از ابتدا تا به امروز بالاخره آمدن خیانت کردن و کسانی که در قدم اول، کسانی که به اصلاح خط و نشان قومیت کشیدن، اینا بودن. وقتی که تا اینا از سر اصلاحات با وجود نیاره بر مبنای عزم و طرز تفکر سید مرحوم جمال الدین اسدآبادی رضوان الله تعالی علیه، با خدا قسم اگر یک روز رسالت بشه یک موضوع. چه کسانی اصلاحات بیار آقای ناصری؟ از سر شروع بکنن. همون کسی که فرزند میگه وحدت ملی، ما رئیس جمهور هستیم، رئیس جمهور کل مملکت باید باشه. و کسی که میگه من رئیس اجرایی هستم، خب جناب آقای فکوری اشاره میکنن. شما ببین اصل مشکل در کجاست؟ اصل مشکل در اینجاست که این حکومت بر مبنای ارزش ها و پرینسپ ها و اصول های مطرح شده در قانون اساسی که ماده 60 و 61 و 62 و 63 و 64 باشه وجود نیامده. اگر بر مبنای از او شکل میگرفت، امروز قدرت متمرکز بود، مطابق با ماده 64 قانون اساسی رئیس جمهور محترم کشور دارای 21 تا صلاحیت مطلق است. و فرض مسئله که متاسفانه این تحقق پیدا نکرد. ولی آقای فکور گفتن که اصل مشکل این است که در دو تا تیم دو تا فرد است که زیاد فشار وارد کرده، آقای مقیق و آقای دوستان. این افراد واقعا فشارشان چقدر میتونه که مشکل ساز باشه؟ در اون واقع خریدار هم داره در بین رئیس جمهور و رئیس جمهور گپ های از یا؟ بدون تردید. رأی که ببین صادقانه گپ بزنی، رأی که در کنار دکتر صاحب اشرف غنی آمد، بالاترین رأی دوستم جمع کرده. بعد قطع نظر از خود شخصی، ولی آقای احمدزاده شما روی گپایشان گفتم که این قوم پشتون بود که بیشتر رأی دادن. ببین من رد نکردم، من رد نکردم، گفتم در کنارش که آمده. ولی گفتین رأی زیاد آقای دوستم آورد برش. بله این تأثیر عمیق داشت. بله برم رای بله. زیادتر از پشتون بله ایشان قبول دارم، رد نمیکنیم و حرفی که یعنی حرف ما با حرفیشون دارم. از دکتر صاحب عبدالله قطع نظر از خودش گویی که رای آورده، خوش شما از محاسبه بکنه آقای محقق رای آورده. امروز اونا حق میخواین، اینا هم از لحاظ اخلاقی مجبور مکلفن که بالاخره باید قناعت یزن. تا چه حد مثلا؟ تا چه حد؟ اما نه تا اونجایی که بالاخره کل مصالح ملی افغانستان زیر علامت سوال بره، کشور به طرف بحرانی. خدا نکنه که بالاخره یک بحران خواه آوردن با تشکیل و ساختار حکومت وحدت ملی اینمی حل شد و همه واقعا آمدن خدا را سپاسگزاری کردن. اما روزی که به امضا رسیدن همه مردم شکر خدا به امان متعال به وجود آوردن که دیگر کشور از بحران نجات. اینا لی برمیگرده به اینکه اینا بیاین صادقانه از حرفای تیمی دیگه بگذره، یک حرف هم قناعت تیمای خود داشته باشه و از طرف دیگر بیای با هم دیگر دست صادقانه خدمتگزاری رو بده و سر هم کنه. جناب آقای فکوری خوب اشاره میکنه، وقتی که ببین مطابق با قانون اساسی که ما رئیس اجرایی نداریم دیگه، درسته؟ پس رئیس جمهور بتونه که صلاحیت های خود منتقل بکنه به
بیشتر از یک یک و نیم هفته است که ما و شما دیدیم که کابینه حتی تشکیل نشده. بحران بلکه بالاتر از این میشه یا نمیشه؟ همین ما تایید میکنیم حرف جناب آقای فکوره. ممکن یک بار دیگه با سر کله آقای جانکری اینجا پیدا شود. به خاطر شکل گرفتن، به خاطر شکل گرفتن کابینه. بله. بسیار تشکر از حضور همه شما در این بحث. و ممنون شما مردم گرامی افغانستان که این بحث رو تا آخر دنبال کردین. تا برنامه دیگر پاینده بمانید. بدرود. خدا نگهدار.